لابد خبر دارید که بعد از انتشار اظهارات افشاگرانه اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه، در مورد اینکه طی مدت بازداشت به شدت توسط بازجوها و دشخیمان مورد شکنجه قرار گرفته، بر اثر شکاف‌های درونی رژیم تبدیل به یک جنجال شد. روحانی و آخوند آملی لاریجانی و تعداد دیگری از سردمداران رژیم یکی بعد از دیگری وارد میدان شدند و دستور دادند که باید این مسئله مورد تحقیق قرار بگیره. جمهوری اسلامی و شکنجه. هیئت تحقیق درباره شایعه شکنجه تشکیل شد و تحقیق و تفحص و بررسی کرد و دست آخر آنچنان که آخوند جعفر منتظری دادستان کل رژیم گفت، هیئت تحقیق دو روز تمام با همه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند که لابد منظورش بازجوها و شکنجه‌گرای مربوطه بودند، موضوع رو بررسی کردند و معلوم شد که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده و این فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده. بعد از اون آخوند منتظری یک دور تسبیح اتهام و جرائم برای کارگر شاکی برشمرد و گفت که برخی از دستگاه ها و شخصیت های حقوقی هم از این فردی که چنین اتهامی نسبت به مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی زده شکایت کردند که این مسئله قطعاً به طور دقیق رسیدگی خواهد شد. خب تا اینجای قضیه هیچ چیز غیر عادی در نظام اتفاق نیفتاده. از زمان خمینی که مجاهدین برای اولین بار رواج شکنجه رو در زندان‌های رژیم افشا کردند و خمینی ناچار به تشکیل کمیته بررسی شایعه شکنجه فرمان داد. هر زمان که موضوع شکنجه مطرح شده به همین نتیجه رسیده که اصلا شاکی خودش مجرمه و خودش رو شکنجه کرده تا نظام رو بدنام کنه. اما چیز غیر عادی که این دفعه اتفاق افتاده اینه که این بار یکی از مهره‌های رژیم به نام آذر منصوری صداش در اومده و گفته طبیعی است کسانی که خودشون متهمن نمیتونن در جایگاه قضاوت برای تایید یا رد موضوع قرار بگیرن و انتظار داشته باشن که جامعه حرف اونها رو قبول کنه و بعد هشدار داده که افکار عمومی نسبت به موضوع شکنجه حساسه. زهرا کاظمی، کهریزک و موارد دیگری رو دیده. خلاصه حرفش اینه که با این مسخره بازی ها کسی گول نمیخوره. برید یه فکر دیگه بکنید. حالا خودتون قضاوت کنین که این قضیه رو باید به چه حسابی گذاشت؟ به حساب آش شور شکنجه یا به حساب شکاف در دستگاه ولایت؟ در انتهای برنامه نگاهی میکنیم به گزیده ای از مطالب طنز و کاریکاتورهای سیاسی در رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی. دوستان عزیز، افتضاح قضیه اطلاع رسونی رژیم در مورد سقوط بوینگ 707 ارتش و حرفای ضد و نقیض در مورد وابستگی این هواپیما علت سقوط اون چنان رسوایی توی نیروی خود رژیم ایجاد کرده که روزنامه‌های باند خامنه‌ای هم مجبور به همصدایی با اونا شدن و رفتار رژیم در اطلاع رسونی رو مسخره کردن. یه نمونه رو از روزنامه سیاست روز میخونم با عنوان اندر حکایت سازمان هواپیمایی کشور هونولولو که اینطور نوشته. ساعت 4:10 هواپیمایی در حوالی دشت کالاهاری اطراف هونولولو سقوط کرد. ساعت 4:40 هنوز از ملیت هواپیما، شماره پرواز و تعداد مصدومان و کشتگان این سانحه اطلاعی در دست نیست. ساعت 5:01 هنوز هم نیست. کی به کیه؟ ساعت 5:10 به جان مادرم فقط یک دود غلیظ میبینم و هنوز که هنوز است خبری از هواپیما نداریم. ساعت 5:30 با هونولولو ایر آسان و ایمن سفر کنید. ارائه پتوی مسافری، بالشتک، غذای گرم، نوشابه سرد و سرویس بهداشتی تر و تمیز. همه با خطوط هواپیمایی هونولولو ایر. ساعت 6:10 با نهایت تأسف و تأثر این هواپیما متعلق به خطوط هوایی هونولولو بوده است. ساعت 6:20 هورا! مژده بده، یار پسندید مرا.
خوشبختانه این هواپیما متعلق به عوامل استکبار جهانی بوده و ربطی به شرکت هونولولو ایر ندارد. ساعت 7:02 شرکت هونولولو ایر از امکانات جدید پذیرایی خود رونمایی می‌کند. با ما سرخوش و شنگول سفر کنید. ساعت 8:30 منابع آگاه اعلام کردند اصولاً هواپیمایی در کار نبوده و فقط یک نیسان آبی رنگ حامل لاشه گوسفند چپ کرده و آتش گرفته است. به گزارش سازمان هواپیمایی هونولولو در همین راستا تاکنون یک خبرنگار، یک خلبان توپولوف، یک راننده اتوبوس، یک فروشنده گوسفند زنده در محل و یک کارگر کارخانه هشتپه هونولولویی دستگیر شدند که بازجویی ها از آنان همچنان ادامه دارد. ساعت 21 با ما آسان و ایمن پرواز کنید. خب برنامه رو با چند تا تابلو از رسانه‌های منطقه‌ای ادامه میدیم. تابلوی اول که میبینیم اسمش هست اشغال عراق به بهانه مبارزه با تروریسم توسط رژیم آخوندی، که میبینید که خیلی گویا هست و چجوری رژیم در واقع تروریسم رو اشاعه میده. تابلوی بعدی هم اسمش هست رژیم ایران، که نشون میده این رژیم گیر کرده تو انواع بحران‌ها و مجبوره مثل گله آتش از این دست به اون دست این بحران‌ها رو بچرخونه، که البته آخرش توش میمونه. و اما این تابلو جالبی هست، اسمش هست آخوندها و قیام، که ترس و وحشت خامنه مفلوک که با چوب زیر بغل این گوشه، البته خیلی کوچیکه، این گوشه وایستاده و زیر بغلش چوب زیر بغل اعدام و سرکوب هست و با اون فقط سر پا مونده، و همینطور روحانی و این گوشه میبینید که شیادانه اینجا البته وحشت زده ایستاده. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروز ما به مطالب طنز و کاریکاتور سیاسی با تشکر از همه شما. بینندگان گرامی، از اینکه بیننده برنامه ما بودید تشکر میکنم و امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.